بسم الله الرحمن الرحیم مرز سلام دارم خدمت شما شاگردان عزیز امیدوار استم خوب و صحتمند و سرحال باشید خب شاگردان خوبم رسیدیم به یکی دیگری از درس‌های فیزیک صنف 11 جلسه 82 عنوان اندازه‌گیری فشار در مایعات محصور شده صفحه 178 کتاب شما شما در درس گذشته خوانده بودین که توریچلی دانشمندی بود که وسیله ای را به نام مانومتر کشف کرد که توسط از او فشار مایات محصور شده اندازه گیر می شده قسمی بود که او یک به اندازه یک متر که مقطعش یک سانتی متر بود طولش یک متر بود یک سرشون بسته بود و یک طرفش واز بود و شما نشان داده بودم نه امرای دست خود محکم گرفت که هوا داخل نشه زور گرفت و ظرف شیشه ای را گرفی رقم ما بین چی مان ما و او جسم چی رفت بالا رفت و او یک مانومتر بود این حال ببینیم کاربرد مانومتر رو امروز میخوانیم و انواع مانومتر رو میخوانیم اول بین رو بخوانیم دو نوع مانومتر داریم درست است ما اینجا یک بار دیگه تعریفش نکردیم که اندازه گیری فشار در مایات محصول شده برای اندازه گیری فشار در مایات محسور شده از یک آلهی به نام فشار سنج یا مانومتر استفاده میشه دو نوع مونومتر داریم یکیش مونومتر دهن باز است یا نام دیگهش اش هست که یومانند است و دیگهش اش مونومتر نوع بردن است خب این اول در مورد مونومتر دهن باز یا یومانند گپ میزنیم اینی شکل یوره داره نیه به مخاطر میگه که یومانند است این چه قسم یک ساختاره داره ای ساختار که از اینجا یک پمپ گاز است و یک سمتش خالی است فشار اتمسفر بالایش عمل میکنه این سمتش باز است این سمتش باز نیست بسته است پمپ گاز است و دو نوه مایع مندازه بر اندازه گیری فشار مایات است دو نوه مایع را چه رقم انتخاب میکنن که اینا مایع باشه که با هم مخلوط نشه مثلا روغن و آب است نه؟ با هم دیگه مخلوط نمیشه و دیگه یکی ای اینی سمتش بسته است اگر اینجا روغن باشه و این سمتش آب بندازه دیگه اینا چی نمیشه تو هم نداره که یک دیگه خود مخلوط شه. جدا میمانه اینی ارتفاع H1 میگیم و اینی ارتفاع H2 نشان داده اینی دو تا خو یکی دیگه خود خونسا میسازه یعنی اگه منفیش کنیم خلاص میشه شما با ساختار آشنایی پیدا کنیم باز میریم که چگونه توسط این این مونومتر یومانند یا دهن باز چی میکنه اندازه گیری میکنیم ما فشار یک مایه محصور شده را خب بیایم بریم به مثال صفحه 178 کتابتون توجه کنیم مثال اول کتابتان کار خانگی باشه مثال دوم شما و شما با هم دیگه یک جای کار میکنه یک مونومتر دهنباز به یک تانگ گاز وصل گردیده است سطح سیماب در ستون راست مانند شکل دهم همه فصل هفتم باز شکل برتان نشان میتیم مثال که خواندم صفر اشاری سه نو متر بلندتر نسبت به سطح ستون طرف چپ مونومتر قرار دارد هرگاه یک مونومتر ارتفاع ستون سیماب را 0.75 متر ستون سیماب نشان دهد که ما و شما دی نروز چی کردیم؟ فهمیدیم که ستون سیماب همه قدر بلند رفت نیدم و میله چی را پیدا میکنن؟ ای فشار مطلقه گاز چند است؟ یعنی کل فشارشه پیدا میکنه جواب به نیوتن بر متر مربع یعنی به پاسکال و اتموسفیر میگیم به دو واحد بی فشار داخلی گاز نظر به عمق پی جی یعنی فشار داخلیش شا محاسبه میکنیم حالا بیاین تصویر ببینیم اه. به این تصویر دقت کنین یک سمتش گاز است و دیگه سمتش اینی انواع مایه هاست که اینجا با یکی دیگه اختصار میشنه باز اینجا سیماب میمانه و ارتفاع باقی مانده یعنی اچش سفرشاری سه نو متر خب بیم ما کمیت هایی که معلوم است نوشته کنیم و چیزهایی که از ما خواسته با هم پیداش کنیم خب بر ما گفته که ارتفاع یا اچ مسایی میشه به سفرشاری متر ستون سیماب آب نه خود چون سیماب بس میتونیم نشته کنیم ستون سیماب و یایی که متر نشتهش کنیم و دیگه ای که ما میفهمیم با پی سفر نشان میدیم که فشار ستون سیماب یا سیماب چقدر بلن رفته بوده تجربه توریچلی چلی اگر واحد شما به سانتی نشته نکنیم با متر نشته کنیم سفر اشار هفت شش بود نه یا هفت پنج اینجا گفته دوش فرق نمیکنه خانه دو دیگه هفت پنج متر خب از ما گفته چی رو خواسته یکی فشار مجموعی رو خواسته که چند است به دو واحد یکی به پاسکال و دیگه به چی به نیوتن بر متر مربع که پاسکال بود و دیگه اتمسفر. و که فشار داخلی گازم از ما خواسته که میشه خب ما اینجا کمیت های ما رو نوشته کردیم بریم اول فشار کلیش پیدا کنیم فشار کلی گفتیم چون از یک سمت نل یومانند که بود منومتر یومانند هوا هم تاثیر میکنه خیلی ما فشار کلیش جمع هوا هم میکنیم باز اینی قسمت دقت کنیم به تاثیر یعنی دو قسمتش خلاص میشه نه؟ چون اردوش ارتفاعش مساوی است یک فشار این اینجا رو ما ماسبه میکنیم فشاری که در, در ارتفاع صفرشاری اشاری سینومتری قرار داره فرمول نوشته میکنم که فشار کلی پی مساوی میشه به پی صفر فشار هوا یا اتمسفر. جمع مو اچ یا ارتفاع ماست یا فشار امو ستون سیما بس اچ جی نوشته حالا میریم که وضع کنیم در فرمول پی مساوی میشه به پی صفر ما هست فشار ستون سیما یک اتموسفیر یعنی صفر اشاریه هفت پنج متر جمع صفر ارتفاعش هم میگیریم دیگه فشاری که همو مایه وارد کرده صفر اشاری سه نو متر خب اگه جمعش کنیم پی مساوی میشه و پی صفر اگر نوش کنیم که صفر اشاریه هفت پنج متر ستون سیما جمع PH پی PHG پی یعنی فشار ستون سیما ما به کدام ارتفاع بلند رفته بود؟ آفرین 0.39 متر. نو متر ستون سیما خب اگه جمعش کنیم پی مساوی میشه به هفت جمع سه ده میشه نه ده ما پس یک عدد سه یک اشاریه پنج و نوی ما چارده یک اشاریه یک چار متر ستون سیما خب اگه ما رو تبدیل به چیش کنیم اتمسفیرش بکنیم چرا خب میشه ما میگیم که صفر اشاریه هفت پنج متر ستون سیما مادل است با یک این رو میفهمیم نیم ولی این رو فهمم که یک اشاره یک چار متر ستون سیما چند اتموسفیر میشه؟ این یک تناسب است. تناسب طرف این و وسط این میخواهید. مثلا من میگم اکس نامول. مقابل اکس در مخرج این دو تا زرب. این خو یک اتموسفیر است. یک زرب داری یک اشاره چار خود یک اشاره چار. یک اشاره چار تقسیم صفر اشاره هفت پنج بکنیم چند میشه؟ ادامه میتیم اینجا. خب. پس میگم اکس یا یک تبدیل واحدش میکنیم که مساوی میشه به اگر ما یک اشاریه یک چار تقسیم صفر اشاریه هفت پنج کنیم چند میشه؟ یک اشاریه پنج میشه و میگم یک اشاریه پنج اتموسفیر است خب یه به اتموسفیر پیدا کردم یک اشاریه پنج و به ستون سیما پیدا کردیم چقدر؟ یک اشاریه یک چار اینال میریم گزینه دوم که از ما خواسته گفته فشار داخلیش پیدا کنیم فشار داخلی این نو گاز چی میکنیم با همدیگه یک جای پیداش میکنیم چه رقم فرمول داریم فشار داخلی اه اه میگیم فشار که تغییر آمده در رسم ببینین خوبتر میفهمیم یک تغییر فشار است این دو تاش مساوی شده یک ای نیجش فرق کردنه این یعنی می تغییر فشار تقسیم چقدر مقدار یک اتمسفیر به ستون سیماب نوشتش میکنه یعنی چی تغییر فشار چقدر بوده فشار داخلی را به پی جی نشانش بدیم تغییر فشار ما از صفر سه نو و در مخرج چی رو داشتیم؟ اندازه یک اتمسفری اگر اتموسفیر اگر به ستون سیماب هم کنیم میشه که بلند رفته بود نیست صفر هفت شش میگیریم یا هفت پنج فرق نمیکنه زر در یک اتموسفیر خب یک اتموسفیر ما میتون می هم نوشتهش کنیم خب به صورت قیمت عددیش ضرب در یک اشار سفر یک سه ضرب در ده به نمای پنج چی؟ پاسکال درست است این قیمت یک اتموسفیر بود که ما به پاسکال داشتیم خب اگر اینجا تقسیمش کنیم پی جی مسایی می شود اگر ضرب بزنیم میشه سفر اشار پنج یک ضرب در ده به نمای پنج پاسکال خب این اگه بخوایم یک کم علمی تر نشه کنیم یک خان اشاری پیش میریم یک استوان کم میکنیم که شب پنج اشاری یک ضرب در ده نمای چهار پاسکا خب این بود فشار داخلی مایه محصور شده ما که در همون یک ارتفاع کمکی تفاوت کرده بود درست است؟ حالا میریم نوع دوم مانومتر ما رو بخوانیم که مانومتر نوع بردان است مانومتر نوع بردان ببینید شکل داخلیش اینجا نشان دادیم که این نوع از ساختار از فلز برنج ساخته میشه که بازی یک طرفش بسته است یک طرفش اینی طرفش باز است طرف بستیش می به اینی یک اقربه است یک که می گرده اینی طور علامتش نشان می این شکل داخلیش است به اینجا وصل است که با توسط از این امی چی می کنه می گرده چه قسم می گرده؟ این سا اینی قسمت وازش که است به مو قسمت فشاری را که ما می خواهیم اندازه گیری بکنیم وصل میشه. از این کس زیاد شما دیدین وقتی میرین فشار بدنتان اندازه گیری میکنین فشار جریان خون اندازه گیری میکنن نمیگه فشار یا پایین است یا بلند است یا برابر است دکترها که برتان میگه دکترها از این زیاد استفاده میکنه همو طرفی که باز است ما در دستتان بسته میکنه دقیقا روی نبزتان است نه چون میخوای فشار خون بدنتان اندازه گیری بکنن اون مایع محصور شده ای که داخل بدن, ش... بدن, شما هست اندازه گیری میکنن او طرف بازش اینجا بسته میکنه طرف بستیش خود به امو اقربه است که میگرده و میخوانه این این رقم شکل ظاهرش است این اقربه گرده شما شکل داخلش دیدین باز اینی قسمتش که به اینجا است به دست شما بسته میکنه باز است باز است و مایع مایه داخل بدن تانه یا هم خونی که جریان داره توسط همین نوع بردن استفاده میشه که بسیار زیاد کاربردی هست خب شاگرده خوبه بیایم ما و شما با همدیگه یک مرور کنیم که امروز ما چی رو خواندیم ما امروز در مورد مانومتر یا فشار سنج معلومات حاصل کردیم گفتیم فشار سنج به دو نوع بود نوع یومانندش یومانند ما هر مایه ایره که میخواستیم فشارش اندازه گیری بکنیم از اون استفاده میکنیم مثلا بخوایم فشار روغن اندازه گیری بکنم نه در یومانند مندازیم و اندازه گیری میکنیم یا بخوایم الکل اندازه بکنیم یا آب اندازه بکنیم در شکل یومانند مندازیم و فشارش اندازه گیری میکنیم و نوع دیگیش بود که شما با فرمول شما, شما پیدا کنید یک مثال هم برتان حل کردیم و نوع دیگیش مانومتر بردون بود که بسیار زیاد کاربردی بود گفتیم ازی شما زیاد دیدین در که استفاده کرده در وقتی که به دکتر رفتین فشارتان اندازه گیری کرده و ساختار که اینال یاد گرفتین که این آله فشار سنج چقدر مهم بوده که توریچلی رو کشف کرده آله فشار داخلی بدن ما رو ما مایات محصور شده در داخل بدن ما رو اندازه گیری میکنیم که دقیقا همون روی نبز رگتان میمانه که چی شوه همون مایه ای که در بدن است و به شکل بسته هست بر شما اندازه گیری بکنم خب شاگرده خوبه درس امروز ما در این قسمت به پایان میرسد تا درس بعد و روز بعد الله یار و مددگارتان